شکی نیست این جایی رو برام میندازه. شکی نیست هر کشوری باشه خب از خودش وقتی از حکومتش میترسه، هیچ شکی نیست. البته اگه صرف خدایی باشه نه، تا هیچ با هزار بار بالاتر از اینم تبلیغات بشه اون ساکته. ما صحبت هایی نیست که یک فرد نیست در عالم پیدا نمی کنی یه همچین دولتی که کاملا اینایی که به نام اسلام مسلط شدن به ملت ایران ببینید چه جنایاتی دارن میکنن. و اونایی که از میگن حکومت ما مذهبی نیست، شما توقع داشته باشیم ازشون که بله هیچ تخلفی از احکام خدا نکنن. البته بازم حرام بوده حمله اینها، بازم نادرست بوده حمله اینها، دلیل نمیشه. یعنی که حتی خمینی بگه سربازای عراق برن، افسرای عراق برن، بازم شرعا نمیتونه حمله کنه به داخل بشه در خاک ایران. ولی شما توقع نداشته باشید نیست از حکومت، کدوم حکومت در عالم حکومت به این سبکه که طابقا نعل به نعل به احکام اسلامی و به احکام انسانی عمل بکنه که این از این کشور توقع باشه. از ترس خودش دیگه دید داره آشوب میندازن، گفت بله ما یه خود بریم جلو تا اینا رو در مضیق بذاریم و قرار ببندیم که بله او به امور داخلی ما دخالت نکنه، ما به امور داخلی او دخالت نکنیم. همین برای این بود. و لذا از اول هم میگفت به یک وجه به خاک ایران ما چشداش ندارم، خب بیاد صحبت کنیم. اینو حاضر نشدن. حالا هم تمام کشورهای عالم با درمیونی کردن و اینا حاضر نشدن. شما نگم پس اولا من ربطی به جنگ و حرفا کار من نداره. من هدفم این بود که مطالبی که لازمه به ملت ایران برسونم، فجایع اینها رو ذکر بکنم، فعالیت هایی که خودم کردم و برای تاریخ آینده ایران، اگه کسی بخواد تاریخ آینده ایران رو بنویسه این لازمه برای اینکه اینا رو بدونه، بیان کنم بدعت ها اینا رو به حسب وظیفه شرعیم آشکار کنم برای مردم، اظهار کنم بدعت های اینا رو، تفسیر برای اینها رو اظهار بکنم، مظالم اینها رو، ظلم ها و تجاوز ها و قتل های اینها رو اعلام کنم به عالم که وظیفه شرعی ما انجام بدم. و انتخاب من اینجا رو گفتم به خاطر حوزه علمیه، به خاطر که سابق زندگی کردم، به خاطر که ائمه ما مطمئنن در عراق، به خاطر که حوزه علمیه نجف از مرجع شیعان در نجف و من ازش استفاده کنم اینجا. و یکی هم این بود که رادیوی عراق منتشر میکرد، میدونستم منتشر میکنه، و هیچ رادیویی در عالم نیست که 9 ماه الان مرتب هر شب رونم 24 ساعت 5 بار منتشر میشه، یک هر بیانیه من 5 بار منتشر میشه در رادیو عراق. هیچ کشوری نبود که این توسعه رو به من بده، این زمینه رو برای من مهیا بکنه. این من برای این جهت بود. و گفتم در اولم گفتم همین حزب بعث بود و خمینی هم نجف بود و اعلامیه های او و نمیدونم همین رادیوی عراق که برنامه روحانی هم داشت از طرف خمینی میرفتن اونجا صحبت میکردن و من هم این رادیو رو به عنوان یه رابطی به یه رسانه‌ای انتخاب کردم. بیش از غیر از اینم گیرم نمیمد که حرفام مردم برسونم. یه اولا و ثانیا رو هم رفته همونجور که در فصل اول و دوم به حرفام بیان کردم، قبل از جنگم تقصیر این گروه خبیثی که به ایران حاکمن بوده که میخواستن انقلابشون صادر کنن و میخواستن منطقه را بگیرن، حتی عربین شریف اینو بگیرن، با خود من هم عرض کردم این دیگه باید رجوع کنید به همون نوارهای اون دو فصل بگیرید، براتون بیان کردم. و بعدم بعد از اینکه یک خطای عراق کرد داخل در ایران شد، بعد از چند روزش که خرابی ها اینجورا نبود، انقدر خرابی ها نبود، هیچ کدوم از شهر ایران خراب نشده بود و خرابی ها اینجوری نبود، و گفت بیاید صحبت کنیم که ما در امور داخلی هم دخالت نکنیم، صحبت کنیم، من برمیگردم میرم. و اینا گوش نکردن. من همونجا در ایران از اول من مخالفت با جنگ کردم، میرم در مصاحبه هام که منتشر شد، در صحبت هام با همون که نمیخوام اسمش ببرم، حالا از ایران رفته، خودش میدونه در حال تب بود و قبول کرد که این جنگ خلافه، گفت میرم احواز کردم ولی گوش نکرد، رفت احواز، یعنی خلاف عهد کرد، رفت احواز و بازم مون، بازم به جنگ آفه داد با عراق. و این جنگ درست نبود، ضد قرآن بود و ادامهش هم اصلش ضد خدا قرآن بود، هم ادامهش ضد قرآن بود و ادامهش خیلی بیشتر از اصلش
زدلیون زد به هر دو ملت، به ملت ایران و ملت عراق، بلکه به منطقه، و ادامهش بیشتر منافع رسون به جیب امپریالیستا و به جیب کارخانه‌دارهای اصله و به نفع اسرائیل تموم شد و برای اسرائیل زمینه دخالت شد، زمینه نفوذش شد، زمینه تجاوزش به لبنان فراهم کرد. ادامهش هم طرف اونا اصل برافروخته شدن جنگ هم همون خمینی و گروهش، خمینی و کسانش برافروختن جنگ را، ادامهش هم اونا دادن. فقط اینجا خطایی که عراق کرد، اون اول حمله کرد و پیش روش بود در ایران، و اون هم به تصور این که این چون ارتش ایران به هم خورده تو مقاومت نمیشه، ما با اندک طلبی جلو میریم و میریم پای میز محاکمه تا از شر این شرورها، از شر این متجاوزها راحت بشیم با قراردادی که میبندیم. خیلی متشکرم جناب استاد. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می‌توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. آدرس جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.